در فاصله 100 کیلومتری جنوب همدان و در 15 کیلومتری ملایر شهری است که به سامن شهرت دارد. از دیرباز مردمان این شهر درباره وجود یک محوطه پنهانی زیرزمینی صحبت می‌کردند. از اجداد خودم، پدر بزرگم، مادر بزرگم، اهالی قدیمی اینجا شنیده بودم که تو سامن یه زاغای بسیار قدیمی هست، مربوط چندین هزار سال پیش، که به عنوان پناهگاه و مخفیگاه استفاده می‌شده. قبلا خونه نبود، حالا ساختن. اینجا هم بود، ما می‌رفتیم بازی، گفتن نرید گم میشید. دونه دوازده یه نبردمونه دوازده پلی ما نویم هنی نرسته تن کپه. جوانهای قدیمی صحبت میکردن دن ما با خودمون بار کا بردیم رفتیم ولی نتونستیم، دیگه کامون تموم شده برگشتیم، به خاطری کا میریختن که گم نشن. قدیمی و پدر شوهرم خدا رحمتش کنه، بعد ما نشستیم زیر کرسی زمسو، مگو من کامه نیست چیه؟ کاخ مگو کار رختم ده ای شهر زیر زمینه، مثل زیر زمینه هم مکدن زاغه هم مگو رفتم تا زیر وارونه، زیر تجر تنه داره، معلوم نیست کدوم میره. اینجا یک گوساله سرخه داره، دور قدیمی ها نرید خطرناکه. این بود که هیچ کس جرأت نمیکرد بره. این از بچگی گفته بودن همجوری نسل در نسل تو مردم رواج پیدا کرده. هیچ که اون نزدیکی ها نمیرد. تاریک به اندازه تاریکی ها متاسد برم. همسایگان اینجا که خودشون زیر ملک خودشون همچین محفظه هایی دارن هستن، اما تیغش کردن دیگه، یه جزه شده جزه حریم خودشون. آره ما داریم، الان هم داریم حدود 150 تا گوسفند میگیره. سلام مینا. سلام. سلام سلام. چطوری؟ ما از سال 36 اومدیم اینجا. آره ما اومدیم بود، اینا بوده. ما برای دامداری از اینا استفاده میکردیم و خیلی هم خوب بود. در زمستون گرم و در تابستون خنک. اینا آب اجداد ما حالا چطور اینجا را کندن با چه زحماتی بماند، ولی ما استفاده خوبی از اینا بردیم. اینجا دستکندهایی هست که ما نمونه هاش هست که اینجا گاو و گوسفند استفاده میکردیم. در گذشته های دور، زمانی که اهالی سامن مشغول ساخت و ساز بنا و حفر پی ساختمان بودند، با این سازه ها روبرو می شدند. اما آنها با ساخت دیوار مسیر و راه این محوطه های باستانی را مسدود می کردند. راز نهفته شهر سامن از این نقطه آغاز شد، زمانی که کارگران شرکت مخابرات مشغول حفاری بودند، ناگهان با حفره ای روبرو شدند، حفره ای که مسیری را برای ورود به گذشته تاریخی این شهر فراهم کرد. این مجموعه در زیر بافت مسکونی شهر سامن قرار دارد. در سال 1384 فعالیت‌ها برای پژوهش و کاوش این محوطه رازآلود آغاز شد و تا به امروز نزدیک به 50 فضای معماری زیرزمینی شناسایی شده است که با پوشش‌های قوسی شکل در بستر سنگ‌های گرانیتی در عمق 2 تا 7 متری از سطح زمین ایجاد شده. این فضاها شامل اتاق‌ها و سالن‌هایی هستند که از طریق دریچه‌ها و راهروها به هم مرتبط می‌شوند. کارشناسان در بدو ورود به این سازه زیرزمینی با رسوب فراوانی در کف اتاق‌ها و راهروها روبرو شدند.
اینجا نقطه‌ای که ما برای نخستین بار وارد مجمع شدیم، نقطه‌ای که در واقع بیل مکانیکی شرکت حفار و مخابرات در سال 84 سقف بخشی از این کوریدور ارتباطی ما رو تخریب کرده بود و ما وارد مجمع شدیم با اطلاع اهالی محله. و این کوریدوری که می‌بینید کاملا پر از رسوب بود، یعنی 30-40 سانت فقط بالاش خالی بود که میتونستیم به صورت سینه خیز مسافت رو طی کنیم و وارد اون چند تا فضا بشیم و در واقع استارت بخوره کار در واقع شناسایی، کاوش و پژوهش توی مجموعه دستکن. خب اون زمان به صورت استرالی اینجا رو ما ساماندهی کردیم که تردد توی خیابون در واقع با مشکل مواجه نشه، ولی خب در آینده به صورت اصولی مرمت خواهد شد. اشیای گوناگون به دست آمده گواه این است که این محوطه باستانی در دورهای مختلف پیش از اسلام مانند اشکانی و پس از اسلام مانند سلجوقی، ایلخانی، تیموری، صفویه و قاجار قابل استفاده بوده و سپس به فراموشی سپرده شده است. کل فضاها توی یک بستر سنگی، اونم از نوع گرانیت که تقریبا سنگ بسیار محکمی هست، توی سنگ گرانیت ایجاد شده. ایجاد این حجم از فضا توی یک بستر گرانیتی واقعا میشه گفت شاهکاره، نشانه از نبوغ و پیشرفتای خیلی خاص در واقع افرادی بوده که اینجا رو ایجاد کردن در حالا بادق و 2000 سال پیش. از یافته های مهم این محوطه میتوان به سفال های ساده و لعابدار تاریخی و انواع پیسوس اشاره کرد. سفال های لعابدار سامن با لعاب فیروزهی شبیه به ظروف لعابدار دوره اشکانی است. یکی از اشیاء منحصر به فرد دیگر، مهری از جنس عقیق با نقش یک زن ایستاده و با پوششی مشابه به لباس پارت هاست که چوب دستی بر شانه دارد و انتهای آن سبدی آویزان کرده است و در دست دیگر حیوانی را با خود همراه می برد. ظرف مسی کتیبه دار از جمله یافته های دیگر این مجموعه است که به دوره صفویه تعلق دارد. بر روی این ظرف کتیبه‌ای به خط نستعلی قرار دارد که بخشی از آن بدین شرح است: یک جرعه اگر ز تاسمان نوش کنی، غم‌های نهان جمله فراموش کنی. تعیین زمان دقیق احداث این مکان مقدور نبوده، اما بر اساس شواهد و داده‌های فرهنگی و بر اساس سفالین‌ها، تطوین‌ها و سایر داده‌های به دست آمده میتوان ایجاد آن را به دوره اشکانی یا پیش از آن منسوب کرد. در دوره اشکانی شیوه‌های گوناگونی را برای دفن اجساد به کار می‌بردند، مانند دفن اموات در گورخمره‌ها و یا سردابه‌های زیرزمینی و یا آرامگاه‌های صخره‌ای. تعداد بسیار زیادی از این آرامگاه‌های صخره‌ای در مناطق مختلف زاگرس کشف شده است. مردمان آن دوران با حفر دخمه‌های کوچکی در دل سنگ و قرار دادن اجساد در این مکان‌ها با مردگان خیش وداع می‌کردند. تمامی آرامگاه‌ها دارای یک در چوبی یا سنگی بوده که بعد از دفن جسد بسته می‌شده است. آرامگاه تا زمانی که نیاز به قرار دادن جسد دیگری میشد بسته میماند و از این گوردخمه های صخره‌ای بارها و بارها استفاده میکردند. یه چیز جالبی که هست که خواستم توضیح بدم براتون این که این اتاقای ما اغلبشون در نصب می‌شده، یعنی یک در بوده که جدا می‌کرد این اتاق رو از فضای بیرون. کاملا جای پاشنه در و حالا اون گیجین هست و اینکه در نصب می‌شده و اینجا قائم بوده قطعاً، ولی در گذر زمان این کناره‌های در ریخته و حالا به شکل در واقع نامنظم در اومده. Thank you.
از ویژگی‌های دستکند سامن کشف بقایای 60 اسکلت انسانی است که 26 مورد مؤنث و 16 مورد مذکر و 14 مورد کودک و 1 مورد نوزاد و 3 مورد هم افراد غیر قابل تشخیص بوده است. این اتاقهای تدفین متعلق به همه مردم نبوده و احتمالاً متعلق به طبقه خاصی از جامعه آن روز ایران بوده است. تدفین‌ها بدون استفاده از تابوت و به صورت روباز انجام می شده است. قطعاً یک بحث آینی بوده و اعتقاداتشون باعث شده که بیان و این کار رو انجام بدن. شاید نه همه مجموعه، ولی یک بخشایش احتمال خیلی زیاد ما میدیم که آینی بوده. با توجه به اینکه در دوره تاریخی ما آینی مهرپرستی یا میترائیسم به کرات خیلی اشاعه پیدا میکرده تا لایه‌های حکومت حتی مهرپرست میشدن و یک دوره‌هایی میمدن اینو محدود میشدن و مجبور میشدن محرابه‌هاشون رو در نقاط مخفی در غارها، اشکوفتها یا سردابه ها و یه جای زیر زمین ایجاد کنند. مهرپرستی یا میترائیسم از آیین‌های کهن ایران باستان بوده که خورشید به عنوان نشانه از روشنایی و درخشندگی یکی از نمادهای اصلی آن به شمار می‌رفته است. این آیین از ایران تا اروپای غربی و از شرق تا هند را در بر می‌گرفته است. پیروان مهر یا میترا او را الهه‌ای می‌دانستند که سمبل مهر و دوستی و عهد و پیمان بوده است. آنها بر این باور بودند که میترا در درون غاری متولد شده و هر جا غاری می‌یافتند در آن به پرستش و نیایش می‌پرداختند و آن مکان را مهرابه می‌گفتند. در دوره‌هایی از تاریخ ایران، آنها در مکان‌های ناشناخته و پنهان از دیگران به پرستش و نیایش می‌پرداختند. قسمت‌هایی از این دستکند برای بازدید عموم در نظر گرفته شده است، اما هنوز بخش‌های دیگری از این معماری تاریخی در دست بررسی و کاوش است. ولی ما اینجا رو خاکای آوایی رو تخلیه کردیم، یک حفره شناسایی شد ازش داخل این منجر شدیم، دو تا اتاق بزرگ اینا رو کاوش کردیم. کف این فضا یک در واقع راهروی جدید به ما داد که این رو بازگشایی کردیم، تخلیه کردیم، تقریبا 15 الی 20 متر جلوتر برخورد کرد به یک چاه. هست اونجا انتهای چاه به یک قنات می‌خورد. اینجا ادامه همون کوریدور بود که دیدیم، میاد در واقع میرسیم به یک قنات، قنات جاری که از گذشته ها هم اینجا وجود داشته، البته حفظ کردن، ایجاد کردن. میشه گفت این قنات عمری به در واقع درازای تاریخ و همزمان با ایجاد این مجموعه.
قسمت به این ریشه ها برخوردیم. از این ریشه های درخت تنومندی هست که هاشگی خیابون وجود دارن. و در ادامه پاکسازی ها به این حفره برخوردیم که ما رو به یک مجموعه چند فضای جدید در واقع هدایت کرد. خب اینجا بعد از عبور از قنات و در واقع پیمودن چند پله به یک حفره رسیدیم که ما رو به در واقع چند فضای جدید هدایت کرد. چند کوریدور ارتباطی مجزا از طرفین این فضاها در واقع منشعب میشن که در فصول آینده کاوش قطعا اینا باید ما روشون کار کنیم و پیگردی کنیم. ممکنه که اینا باز فضای جدید رو برای ما در واقع معرفی کنن. اینا همونجوری که میبینید حفره‌ای هست که فضای جدید رو در واقع معرفی میکنه. این مجموعه پس از بسته شدن راه پله های ورودی آن برای همیشه از نظرها پنهان مانده و رو به فراموشی گذارده تا اینکه در قرون میانی و متأخر اسلامی دیگر بار مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این مجموعه در دوره اسلامی جنبه گذرا و کوتاه مدت داشته است، به صورتی که در طی این مدت هیچ گونه پاکسازی در این فضاها به عنوان تجدید کاربری انجام نگرفته است. هنوز بخش‌های زیادی از این محوطه باستانی مورد کاوش قرار نگرفته و شاید در بررسی‌های آینده نقاط تاریک این سازه تاریخی آشکار گردد. Thank you.